در انتخابات کنونی دو آمریکای متفاوت رو در روی هم ایستادند. رسانه‌های بزرگ به گفته دونالد ترامپ در این کارزار مقابل او صف کشیدند. رابطه ترامپ با این رسانه‌ها چیست و این رابطه در مورد سیاست آمریکا و رسانه‌ها به ما چه می‌گوید؟ سلام، شخصیت هایی که عناصر متضاد بیشتری از خود بروز می دهند برای تحلیلگران جذابیت بیشتری دارند. دونالد ترامپ چنین است. از یک سو پا در هسته سخت قدرت و ثروت دارد و از سوی دیگر در حاشیه و حتی بیرون از ارزش های رایج جهان سرمایه داری است. شاید توجه بیش از حد رسانه های بزرگ و تثبیت شده به رفتار و حالات و سکنات او ناشی از همین باشد. حالا در انتخاباتی که دو آمریکای متفاوت را در مقابل هم قرار داده، ماهیت این رابطه بیش از پیش آشکار شده است. کم پیش نیامده که دونالد ترامپ ناگهان گزارشگران حاضر در یک گردهمایی را خطاب قرار دهد و آنها را شارلاتان و کذاب بخواند. او از ابتدا هم در تقابل با رسانه‌هایی که بخش اعظم جریان گردآوری و پخش و تحلیل خبر را تشکیل می‌دهند به رسانه‌های مورد علاقه خود مثل توییتر روی آورد و با پیام‌های کوتاهی که به سرعت به طرفدارانش می‌رسید نشان داد به رسانه‌های تثبیت شده جهان لیبرال بی‌اعتماد است. آیا این وضعیت ناگزیر بوده؟ در حادترین روزهای رقابت بر سر ریاست جمهوری آمریکا چنین سفارایی نشان از چه نوع رابطه‌ای بین سیاست در آمریکا و رسانه‌های بزرگ دارد. شهران تبری روزنامه‌نگار ضمن اذعان به نقص جدی در رابطه بین رسانه‌های بزرگ و سیاستمدارانی چون ترامپ میگوید رفتارهای خود آقای ترامپ دلیل اصلی شکاف موجود بین او و این رسانه‌هاست. امیر طاهری، او هم روزنامه‌نگار، ایراد اصلی را در این می‌بیند که رسانه‌های بزرگ تثبیت شده برخلاف ادعای لیبرال بودن تفاوت را بر نمی‌تابند. خیلی خوش آمدید. خانم تبری، قبول دارید که در این تقابل بین دو آمریکای متفاوت رسانه‌های بزرگ و اونچه که رسانه‌های جریان اصلی نامیده میشن مثل CNN، مثل نیویورک تایمز و ترامپ در دو قطب متفاوت، در دو آمریکای متفاوت قرار گرفتند و در مقابل هم سفارایی کردند؟ کاملا درسته. من معتقدم که این سفارایی که انجام شده کمک نکرده، نه به رسانه‌ها، نه به مردم آمریکا، نه به هیچ یک از گروه‌هایی که در این کشور هستند. ببینید، در سال 2016 وقتی که ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد، رسانه‌های اصلی، رسانه‌هایی که شناخته شده هستند، اینها یکی خوردند و من دیدم که در خیلی جاها گفته شد و نوشته شد که در 2016 رسانه‌های آمریکا شکست خوردند. خیلی از خبرنگارهای برجسته آمریکایی، گزارشگرهای برجسته آمریکایی آمدند جلوی دوربین و گفتند که ما غفلت کردیم، نشناختیم. عده زیادی از مردم این کشور، اکثریتی که رأی دادن به ترامپ رو اصلا نادیده گرفتیم و باید برگردیم و نگاه کنیم و ببینیم که اینها چه بود، کی بودن، چه مسائلی داشتن، چرا چنین انتخابی کردن، چرا راه زندگی آمریکا، روش زندگی American way of life، زندگی آمریکایی رو کنار گذاشتن و یک چنین انتخاب نامانوسی کردند. به نظر من این و اینها شروع کردن انتقاد کردن از کسانی که مثل خانم هیلری کلینتون که مردم رو، این مخالفینش رو، ادعی رو گفت سبد انزجارآمیز خوندن، بسیار از این انتقاد کردن، ولی درونن من فکر میکنم همین تفکر در بین رسانه ها هم وجود داشتش که نادیده گرفتن این مردم رو، گفتن میریم و میگردیم و پیدا میکنیم، ولی پیدا میکنیم کسانی که به ترامپ رای دادن و تفکرشون رو میکاوید، تفکرشون چی بوده و سعی کنیم که این بار دوچار این اشتباهی که در گذشته کردیم نشیم. ولی
متاسفانه اتفاقی که افتاد این بود که رسانه‌های اصلی، رسانه‌های لیبرال، رسانه‌های دیگری هم هستند در آمریکا که خیلی در مثل فاکس نیوز و غیره که در برابر طرفدار ترامپ هستند و در جبهه دیگری هم، ولی رسانه‌های مثل همونطور که گفتی نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی ان ان، اینها عوض این که وظیفه حرفه‌ای خودشون رو دنبال کنن، مسائل رو بسنجن و با فکت، با سند و مدرک و شاهد مسائلی رو اثبات کنن، شروع کردن به اصطلاح روایت، نوع روایت ترامپ رو بر خودشون برگزیدند. و منظورتون چی از نوع روایت ترامپ؟ یعنی حرفهایی زدن بدون اینکه به طور اونطور که رایج باید باشه در بین رسانه ها اینها رو بهش چک کنن، راست آزمایی کنن، ببینن دیگران رو که مخالف هستن بیارن و باهاشون صحبت کنن، ببینن چرا مخالف هستن، این مخالفت ها چی هستش، و نتیجه بگیرن که نتیجه واقعا متعادل و بسیار بالانس بهش میگیم باشه. این اگر چنینه بگن. چرا شما رفتارهای خود آقای ترامپ رو عامل شکاف کنونی میدونید؟ رفتارهای ترامپ یک آدمیه که یک رئیس جمهوریه که اصلا بی سابقه بوده در جهان دموکراتیک، میتونم بگم حتی نه تنها در آمریکا، در تمام کشورهای دموکراتیک ترامپ یک پدیده ناشناخته‌ای بوده و نامعنوسی بوده و به تبع واکنش ایجاد میکنه. ولی من حرفم این هستش که رسانه ها نمیبایستی واکنشی به اصطلاح عکس العملی عمل بکنن، بلکه میبایستی راه خودشون رو همونطور که خواسته بودن. ببین بعد از یک سال که ترامپ این توییت ها رو میفرستاد و رسانه ها دائما این توییت ها رو تکرار میکردن، متوجه شدن که دارن اصلا کمک میکنن به ترامپ که حرفش بیشتر شنیده بشه و حرفایی که اختلاف آمیز. منظور شما اینه که دونالد ترامپ حساب شده عمل کرد، یعنی توییت ها رو برای توییت که لازم نیست به رسانه های اصلی در واقع متوسل بشه، میتونه مستقیم به هواداران حساب شده عمل کرد، این توییت ها رو برای هوادارانش میفرستاد در ابعاد چند ده میلیونی. بله. یعنی آخرین آمار نشون میده بیش از 80 میلیون طرفدار. بله. توییت. و بعد رسانه های بزرگ با گرفتن این توییت ها در این دام میافتادن. به نظر من رسانه ها در تمام این 4 سال در دام روایت، نوع روایت، نراتیو ترامپ رو برگزیدن به جای اینکه روایت خودشون رو و نراتیو خودشون رو از مسائل داشته باشن. و با این کار متاسفانه این شکافی رو که در جامعه آمریکا به وجود آمد و نه تنها کمک نکردن که این شکاف رو کمتر کنن، بلکه این شکاف عمیق‌تر شد، به طوری که من الان از دوستانی که در لس آنجلس هستن شنیدم که بهشون گفتن دور هلوهوش روزهای قبل و بعد از انتخابات مغازه ها رو ببندین، بیزنساتون رو ببندین، تو خونه ها بمونین، در اینکه ممکنه شورش بشه. الان خیلی ها بیم این دارن که بعد از این انتخابات، برای اینکه اینقدر شکاف عمیقه، من قبول نمی‌کنم نتیجه رو بعد از این انتخاب، اگر انتخاب نشه، بیم این دارن که یک شورشی بشه و حتی بعضیا صحبت از جنگ داخلی در آمریکا میکنن. بله، بسیار خوب. آقای طاهری، شما این تحلیل خانم طبری رو قبول دارید؟ والا این تحلیل چیزهای مختلفی توش بود، نمیشه گفت که قبول دارین یا ندارین. اینکه رسانه‌های بزرگ، رسانه‌های جریان اصلی در آمریکا به دام روایت ترامپ افتادن، به عبارت دیگه ایشون یه نقص جدی می‌بینه در کار رسانه‌ای جریان اصلی در آمریکا، ولی این ناشی از اون عامل اصلیه، یعنی روایت ترامپ که باعث شکاف جدی شده در جامعه آمریکا. ببینید، ترامپ یک عنصر به هم زننده بوده، یه شورشی بوده در یه سیستمی که لااقل از سال 1950 میلادی بر آمریکا مسلط بوده. دو تا حزب وجود داره، ولی این دو حزب خیلی شبیه همدیگه بودن. بعد یه میشه گفت مثلا یه 300-400 هزار نفر بر آمریکا حکومت میکردن، از نظر فکری کسی هم نمیومد اینا رو به چالش بکشه. ناگهان حکومت بازی به هم زد. بله، یه آقایی پیدا شده به اسم ترامپ، همه چیزو زده داغون کرد. عکس العمل شایسته وسایل ارتباط جمعی به نظر من به عنوان شخص حرفه‌ای این بود که متوجه بشیم که ما نمیتونیم نویسنده سناریو باشیم. سناریو رو دیگران می‌نویسن، ما
ما منعکس کننده هستیم، یعنی ما نمیتونیم به رئیس جمهوری یا به رهبر حزب مخالف یا به سناتور یا فلان بگیم چی کار بکن. ولی مسائل ارتباط جمعی آمریکا عادت کرده بودند که به اینکه به همه بگن چی کار بکنین، یک باد نخوت شدید درش. من یه چیز کوچیک براتون بگم، یه به اصطلاح انکدوت کوچیک. من یه دفعه مهمون بن برادلی بودم، سردبیر واشنگتن پست، توی رستورانی در واشنگتن در سالهای 1900. ناگهان اینطوری کرد به یه آقای اومد. این آقا کی بود؟ آقای هلمز، رئیس CIA. مثل اینکه مثلا سگش رو صدا کرده. در نتیجه این باد نخوت که توی روزنامه نگار، یا مثلا ایب روزنتال، یه دوست دیگه که سردبیر نیویورک تایمز بود، این میگفت که مثلا تلفن میکنم به رئیس جمهوری، اینو میگم فلان بردارد. و برخورد بین رؤسای جمهوری و مطبوعات به طور کلی پیش از ترامپ هم سابقه داره. مثلا پرزیدنت گرانت، یولیسز اس گرانت، میگفت این مطبوعات اینا گرگایی هستن که زوزه میکشن، برای که میخواستن بهش دیکته بکنن که چیکار بکن چیکار نکن. یا مثلا اندرو جکسون، متنفر بودن ازش مطبوعات، مرتب میکوبیدنش. چرا؟ برای اینکه میدونی شما توی یه دموکراسی میذارین که مثلا یک بخشی از این دموکراسی گرداننده کار باشه، یعنی مطبوعات فقط، یا مردمی که رأی میدن. همونجور که خانم طبری گفت، مثلا خانم کلینتون گفت این کسایی که به ترامپ رأی دادن اینا در واقع آشغالن، آدمایی هستن که خود هموم هم نمیرن. میدونی این طرز تفکر اون الیت یا اون گروه زبدگان حاکم بر آمریکا بوده. ترامپ اومده اینو به هم زده. ولی آیا خود ترامپ حساب شده این کارو کرده؟ چون خیلی به نفعش تموم شده این وضع، برای که الان 4 ساله ایشون سر کاره، هیچ یک از سیاستاشو کسی به بحث نگرفته. فقط دنبال شایعات رو نمیدم این پیچش بکنیم، یعنی استیزای واقعا بکنیم. به بحث نگرفتن کجا شما اگه میتونین نشون بدید سیاست خارجیشه که حتما به جای کسی به بحث نگرفته. سیاست انرژتیکه، سیاست اقتصادیش، تمام برنامه‌هایی که داده به کنگره و سنا تصویب شده، قاضی هم که اخیرا دارین سومی قاضیه، مثل اینکه اون دارم تصویب، یعنی کارهایی که ترامپ میخواد میکنن بعد بهش فوش میدن. میدونی خب میگه خب فوش بده ولی کارهای من انجام بده. بعد متاسفانه از نظر حرفه‌ای هم مطبوعات به خودشون صدمه زدن. مثلا نیویورک تایمز، میدونی من 20 سال براشون مینوشتم، یه روزنامه بود که خیلی مورد علاقه هم بود، اخیرا میدونی یه سری مطالب اصلا جعل کردن برای کوبیدن ترامپ. چاپ یک مقاله به شخص ناشناس که حالا تازه پریروز گفته من بودم که اینو نوشتم، جریان قرارداد چاپ یک مقاله از یک ناشناس، در واقع چاپ مقاله بود از کسی که رئیس کارکنان یک بخش مهم از کاخ سفید الان بود. الان نمیدونیم بود. اون موقع گفت من نمیتونستم اسمم رو افشا کنم به دلایل واضح. ببینین اگر شما خودت رفتی این مطلب رو گیر آوردی میتونی چاپ کنی، ولی اگه نشستی تلفن زنگ میزنه یا آقایی بهت میگه من میخوام یه مقاله برات بفرستم، نه من اونو چاپ نمیکنم به هیچ وجه. میدونی اگه شما بدونی کیه چاپ نمیکنی؟ نه برای اینکه میدونی کسی که داره در یک دولتی کار میکنه تعهد اخلاقی داره به یه سری کارا، اگر ناراحت از رئیسش باید شکایت کنه. این سلسله مراتب، یعنی مطبوعات نمیتونن هم دادگستری باشن، هم سنا باشن، هم نمیدونم کنگره باشن، هم قاضی باشن، همه چیز. میدونیم مثلا من با جریان واترگیت هم مخالف بودم، برای که یارو خبرنگارین چسته یه نفر تلفن میکنه میگه من یه چیزی دارم ولی نمیخوام اسمم بگم. میدونی شما کاری نکردین که باعث شد یک رئیس جمهور بله در نهایت استعفا بده. بله ولی بله. میدونی منظورم اینه که ما منعکس کننده، یعنی ما مطبوعات روزا منعکس کننده وقایع هستیم. ولی نمیشه دخیل بودن. بله ولی نه دیگه، اگه شرکت کردین در جریان خب میشین پارتیزان، میشه یه حزب. من فکر میکنم که نقش رسانه این هست که اون چیزی که اتفاق میفته و اون چیزی که فکر میکنه خلاف هستش یا حتی خلاف هم نیستش به بحث بگذاره با سند و مدرک با شاهد. من هیچ مخالفتی ندارم به اینکه ترامپ رو بیاریم در رسانه و
تحلیل کنیم، بهش ببینیم که چی داره میگه. خب اگه داره کاری میکنه که به نفع به ضرر مملکت و من روزنامه‌نگار فکر میکنم و سردبیر و غیره فکر میکنیم این کار به ضرر مملکت، باید اون رو به مؤاخذه کشید، باید اون رو به سلاله کشید و بهش ازش آقای طاهری میگه این مثل تبدیل شدن رسانه به قوه قضایی است در آمریکا. نه من اصلا اینطور فکر نمیکنم. رسانه وظیفش این هست که ممیزی کنه رفتار سیاستمدارها رو و ممیزی کنه و ببینه که بشکافه، ولی این کار رو باید با سند و مدرک انجام بده، با متعادل انجام بده. یعنی باید موافقهای آقای ترامپ رو هم بیاره، ببینه که حرف آقای ترامپ رو هم بشنوه، ببینه که اونها چی میگن، چرا اونها ازش حمایت میکنن، و اینجا اون وقت قضاوت رو بگذاره به عهده شنونده و بیننده. قضاوت رو رسانه نباید بکنه، رسانه باید فقط مسائل رو بشکافه و باز کنه و ممیزی کنه و شنوندش رو اونقدر عاقل بدونه که بتونه به نتیجه درست برسه، اگر که به طور دقیق و درستی مسائل رو شکافته باشه. آقای طاهری، به گفته خانم طبری و با استناد به بعضی از آشنایانش، شکاف در آمریکا در این روزهای مرحله نهایی انتخابات آمریکا اینقدر زیاده که بعضیا میترسن بعد از انتخابات شورش‌های خیابانی رخ بده، بعضیا میترسن که نتیجه انتخابات پذیرفته نشه و این به درگیری‌های بیانجامه. آیا رسانه‌ها در این شکاف عمیق یا در عمیق‌تر شدن این شکاف نقش داشتن واقعا؟ یعنی اگر جامعه آمریکا دوپاره نباشه، رسانه‌ها واقعا میتونستن چنین نقشی ایفا کنن؟ لابد جامعه آمریکا دوپاره است و این انعکاس پیدا میکنه به رسانه‌ها، نیست؟ ببینیم، اول بگم که با نظر خانم طبری به عنوان اینکه مطبوعات یا رسانه ها باید کار ممیزی بکنن مخالفم. ممیزی یعنی سانسور و انکیزیسیون. یعنی من منظورم از ممیزی، ببخشید حالا شاید ترجمه غلطی کردم، ترجمه غلطی کردم، سکروتینایز کردنه، نه سکروتینایز ممیزی زیر ذره بین گذاشتن منظورشون اینه. ولی ببینین، کار مخالفت با ترامپ یا هر کس دیگه ای وظیفه مطبوعات نیست، وظیفه سیاستمداران مخالف آقای ترامپ در کنگره، در حزب، در انجمن‌ها، اتحادیه‌های کارگری، مطبوعات و رسانه‌ها منعکس کننده اونان. متوجه وگه نه خب خودتون میشین حزب دیگه. نه درسته، من موافقم با این حرف. این کار بسیار خطرناکی است برای دموکراسی. ما این گرفتاری رو تو ایران هم داشتیم. یعنی مردم، معذرت میخوام تو پرانتز، میمدن به من میگفتن آقا ما مثلا در طاهر گوراب آب نداریم. میگفتن خب به من چی، نماینده مجلس داریم، برین بگین مجلستون قلابیه، برین انقلاب بکنید. یعنی اگر مردم میومدن پیش شما بگن آب نداریم، شما به اینها میگفتی به من چی؟ منعکس نمیکردی نظرشون رو؟ چرا منعکس میکردم، ولی نصیحتم این بود که شما باید برین به نماینده مجلستون صحبت بکنین، با شهردارتون صحبت بکنین، اون یه چیزی بگه من منعکس بکنم. متوجه هستین؟ حالا به هر حال نمیخوام من برگردم به وضع خاص ایران، ولی برگردم به سوالی که کردین راجع به نقش رسانه‌ها. به نظر من اولا آمریکا اون شکاف عمیقی که همه خیال میکنن درش نیست، این یه تصور عمومی عجیب غریبی است. همونجور که گفتم این 4 سال اگه نگاه بکنین، کنگره و سنای آمریکا تمام برنامه‌های ترامپ رو تصویب کرده، نمیدونم یه مقداری هم شلوغیایی شد به خاطر مرگ جورج فلوید و فلان اینا، ولی اگه نگاه بکنین این تحولاتی که رخ داد، این نمیدونم تظاهراتی که شد، در 14-15 تا شهر بیشتر نبود، یک درصد بسیار کوچیکی از جمعیت آمریکا رو در بر میگرفت و جامعه آمریکایی، دموکراسی آمریکایی به قدری نیرومند هست که اینجوری نیست که خیال کنین مثلا نمیدونم یک کشور جهان سومی فردا درش جنگ داخلی میشه و فلان اینا. بنابراین مسئله اساسی که برای من مطرح هست اینه که رسانه‌های آمریکایی باید بفهمن که دوران طلایی که اینا همه کاره بودن و میتونستن به رئیس جمهور، مثلا کلینتون، خیلی بیل کلینتون متوجه بود که رسانه‌ها مهمه و مرتب تلفن میکرد به این سردبیرا، How are you Tom? How are you John? نمیدونم چرا نمیای منو ببینی؟ میدونی؟ ولی این گذشته، این جریان، برای که الان
میلیون ها آمریکایی تو توییتر هستن، فیسبوک هستن، انجمن های مختلف هست، توکشوهای رادیویی هست و هر گوشه ای که برین، یعنی اون تسلطی که چند تا تلویزیون و چند تا روزنامه داشتن اون تمام شده، یعنی یه دوره جدیدی شروع شده. من اینو باعث تأسف میدونم اگر اینطور باشه، برای اینکه رسانه ها به نظر من در یک جامعه دموکراتیک نقش خیلی مهم و تعادل متعادل کننده ای دارن، یعنی وظیفه رسانه هستش. شما در همین انگلیس که ما زندگی میکنیم میبینیم که نخست وزیر رو راحت نمیذارن اگر که سیاستهاش رو میارن وسط مطرح میکنن، مخالفاش رو میارن. این اصلا یکی از بنیانهای دموکراسی هستش. در آمریکا هم همینطوره. قدرت رسانه مهمه. من اصلا با قدرت رسانه مخالف نیستم. من مخالفتم این است که رسانه ها کار درست رو نکردن. ولی آقای طاهری میگه این قدرت رسانه های بزرگ به سر اومده. توییتر که آخرین آمار نشون میده آقای ترامپ درش حدود 84 میلیون طرفدار داره. البته رکورد در آمریکا مال ترامپ نیست، مال اوباما است که حدود 120 خورده ای طرفدار داره. توییتر و رسانه‌های کوچکتر، مثلا من که یه مدت در آمریکا سفر می‌کردم می‌دیدم که رادیوهای محلی چقدر شنونده دارن و این رادیوهای محلی خوبه، مهم هستن. چقدر این خوبه. اتفاقا من میخواستم اشاره کنم به یکی از نویسنده های اتلانتیک، جیمز فالوز، که خودش و همسرش یکی از کسایی بودن که گفتن ما اشتباه کردیم در 2016 و رفتن چهار سال یک کتاب در چهار سال در سراسر آمریکا سفر کردن، یک کتاب در آوردن به اسم 110,000 مایل در قلب آمریکا. و این در این کتاب دارن حرفشون این هست که میگن چقدر توجه به مسائل لوکال، مسائل محلی اهمیت داره. همون آدمی که میاد میگه آب نداریم، همون آدمی که میاد میگه چوب من گرفته شده، همون آدمی که میاد میگه من الان با یک نفر از تگزاس صحبت میکردن که رای داده بود به ترامپ، گفتن چرا رای؟ خیلی مقبول بود، گفت من رای دادم به ترامپ برای اینکه من در یک ایالتی هستم که نفت و گاز صنعت اصلیشه و آقای بایدن میخواد نفت و گاز رو از دور خارج بکنه و غیر. تو همین روزهای اخیر این صحبت شد. مسئله اتفاقا این بحث خیلی مهمی هستش که در دنیایی که گلوبال جهانی داره میشه، چقدر در برای ایجاد تعادل مسئله محلی مهم هستش. رسانه های محلی و رسانه های بزرگ باید خبرنگارهای محلی داشته باشن و افکار و خواستهای مردم رو در شهرهای کوچیک، در دهات، در نقاط دورافتاده منعکس بکنن تا این اتفاق نیفته که به نفهمن یه دفعه که چی شد که همچین اتفاقی افتاد. ما باید متواضع باشیم به عنوان روزنامه‌نگار. ما نمیتونیم جای همه نهادهای دموکراتیک رو بگیریم. این توصیه خوبی نیست خانم طبری. در جامعه دموکراتیک که گفته میشه رسانه ستون چهارم دموکراسی، آیا رسانه ها نباید متواضع باشن و به این ستون دموکراسی بودن قانع باشن و تبدیل نشن یا سعی نکنن تبدیل بشن به ستون های دیگه؟ ما در همین بریتانیا روزنامه هایی داریم که ظرف یک ساعت آبروی کسی رو میبرن که بعدن مشخص میشه بر اساس اسناد و شواهد نبوده. بعدن البته شکایت که میشه یه پولی میدن برای اینکه این روزنامه ها بزرگن، مال آدمای خیلی ثروتمند هستن، یه پولی میدن و قصر در میدن. اینطور نیست. شما ببینید یکی از قولهای روزنامه نگاری آقای مردوک در بریتانیا آوردنش پایین، مجبور شد روزنامه های این نوعی که میگید رو ببنده و در بریتانیا الان روزنامه تایمز رو داره، اسکای رو داره، همه رفتار معقولی دارن، رفتار در چارچوب قانون. ولی خود همون حادثه که مرداک ناچار شد پاسخگو باشه نشان از همین چیزی که آقای طاهری میگه، یعنی یه سری از روزنامه ها، یه سری از رسانه های جا افتاده سعی میکنن بیش از اون کاری که به عهدهشون گذاشته شده رو بکنن. دموکراسی به نظر من یک سیستم کامل نیست و حسنش هم در همینه که کامل نیست، برای اینکه اگه کامل بود میباز پلیس داشته باشه. دموکراسی در درون خودش تمام مکانیزم های تصحیح اشتباه های خودش رو داره و این اشتباه ها در وقت اتفاق میفته، کار غلط انجام میگیره،
اتفاقایی میفته که ضد دموکراتیک هستش، ولی در درون دموکراسی مکانیزم هایی وجود داره، انواع اقسام مکانیزم هایی وجود داره که این اشتباهات رو تصحیح میکنه و بعد به جلو میبره. آیا میکنه واقعا؟ یک تحلیل خیلی مهم از وضعیت کنونی در آمریکا در ارتباط با رسانه ها و ترامپ اون چیزی است که در صحبت آقای طاهری بود، به این معنی که رسانه های بزرگ نمیتونن سیاستمدار متفاوت رو هضم کنن. آیا فکر میکنید این داره تصحیح میشه؟ من انتقاد کردم از این کار. بله، این تصحیح میشه. نه، تصحیح نباید بشه و نمیتونه بشه. اون چی که روزنامه‌نگارا اونجایی که میبینن یک کسی مثل ترامپ اومده که به اصطلاح نامانوس هستش در یک چارچوب دموکراسی، اونجا باید نگاه کنن به ساختار اجتماعیشون، به مسائلی که مثلا بنیادی هستش که چه اتفاقهایی افتاد. چرا اصلا حزب جمهوری خواه که یک حزب معقولی بوده، چرا آدمی مثل ترامپ رو به عنوان نامزد خودش انتخاب کردش؟ اینجا من اشکال این رو در سیستم انتخاباتی آمریکا میبینم، یکی از اشکالات، همونطور که در سیستم انتخاباتی انگلیس هم این اشکال رو میبینم. اشکالی که سیستم انتخاباتی آمریکا تا حدی مثل بریتانیاس، البته با توجه به اینکه آمریکا فدرال هستش تغییراتی داره، ولی اکثریت برنده نمیشه و این موضوع باعث میشه که احزاب کوچیکتر حذف بشن از صحنه سیاسی و دو حزبی میشه جامعه. ولی آقای جالب، آقای طاهری میگه که این دو حزب هم مثل هم هستن و این یکی از دلایلی که ما دقیقا با سیاستمدارهایی مثل ترامپ یک مرتبه مواجه میشیم. من الان میگم چرا اینطور شده، میگم دلیلش رو میگم چرا اینطور شده. ما برای این وقتی دو حزبی میشیم، این دو حزب اصلا موجودیتشون به هم دیگه بستگی پیدا میکنه و یک بخش عمده ای از جامعه در دو اکستریم، دو قطب دور افتاده از صحنه سیاسی بیرون میافتن. کاری که اینها کردن هم در بریتانیا هم در آمریکا این هست که آمدن خودشون رو چسبوندن به احزاب بزرگ. ما تی پارتی رو میبینیم که در حزب جمهوری خواه اومده، جناح افراطی حزب، و در حزب دموکرات هم میبینیم اینهایی که حالا بهشون میگن چپ و کمونیست، برنی ساندرز هستش. در بریتانیا هم همینطور، در بریتانیا برکسیتی ها اومدن در حزب. ولی رسانه در این ماجرا نقشی داره؟ رسانه در این ماجرا نقشش این هستش که سیستم انتخاباتی رو زیر سوال بکشونه، بگه چرا نباید آقای برنی ساندرز یا آقای کوربین به اندازه خودش در کنگره یا در مجلس عوام اینجا نماینده داشته باشه. نه. اگر می‌داشت اتفاقا اکثریت نمی‌شد، کما اینکه در تمام کشورهای اروپایی ما می‌بینیم که این موج گرایش به سمت افراطیون راست وجود داشته. بله. ولی نتونستن بیان و قدرت رو بگیرن. در فرانسه، در آلمان، در هلند ما می‌بینیم که وجود داشتن ولی نتونستن. بله. به خاطر اینکه سیستم انتخاباتیشون نذاشت و اینها رو اینها رو دخیل کرد در سیاست. بله. حضور داد در سیاست. بله. تا شنیده بشن. بله. آقای طاهری، مثال های خانم طبری بیشتر راجع به اروپاست، ولی ما راجع به آمریکا صحبت میکنیم. آیا در آمریکا رسانه ها متفاوتن یا تا حدی متفاوت هستن با رسانه ها در اروپا و دیگر جوامع دموکراتیک؟ برای اینکه سیستم انتخاباتیش در آمریکا رو میگم می‌بینیم چقدر متفاوته دیگه. آیا رسانه‌ها هم متفاوت هستن؟ عواملی هست که اون‌ها رو متمایز کنه از رسانه‌ها مثلا در بریتانیا که یه بنیاد قوی لیبرالی وجود داره و ازش برخواستن؟ بله، اولا می‌دین تمام اروپا هم خب شبیه به بله. هم نیستن. مثلا خانم طبری راجع به اینکه دست راستی‌ها نمی‌تونن بیان سر کار صحبت کردن، ولی خب الان در مجارستان، در لهستان، در چک، جمهوری چک اینا هستن سر کار، با در انتخابات دموکراتیک هم برنده شدن، اکثریت هم آوردن. در فرانسه هم راست افراطی لوپن، فامیلی لوپن در انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم حضور داره. به هر حال نمیشه همه حکم کلی داد راجع به همه اروپا. تفاوت اصلی بین حالا میدونید فقط انگلیس و آمریکا رو ببینید، چون شلوغ میشه اگه فرانسه واقعا فرق داره با انگلیس، آلمان فرق داره. به نظر من بهترین رسانه ها در دنیای دموکراتیک در حال حاضر رسانه های آلمان هستن که از همه با مسئولیت ترن،
متواضع‌ترن، کارشون رو بهتر از همه انجام میدن. ولی بین انگلیس و آمریکا فرقش اینه که میدین آمریکا یا میگن که ما داستان می نویسیم، we write a story. Where is your story؟ ولی انگلیس ها میگن که ما we write news، ما خبر می نویسیم. یعنی وقتی که you write a story، داستان می نویسین، این یه گفتمان خاصیه. اما یه تفاوت دیگه از نظر خیلی ها نقش پوله در این ماجرا. همونجوری که در سیاست آمریکا پول یک وزنه اساسی که مثل پتک میتونه بزنه یه چیزایی رو خراب کنه، در رسانه هم میگن خیلی نقش داره. از جمله همون رسانه‌های محلی که ما میشناسیم، خیلی از اون رادیوهای محلی که بسیار بانفوذ هستن، اینها پول زیادی از تبلیغات میگیرن. بله. آیا پول در این عارضه‌ای که شما نام میبرید نقش نداشته؟ رسانه تحت تاثیر پول واقعا بخشی از وظایفش رو واگذار نکرده؟ ببینید، من همیشه میگم که شما با روزنامه خوب میتونین پول درارین، ولی با پول نمیتونین روزنامه خوب درارین. یعنی شما اگه یک رادیویی رو انداختین که کارش گرفت، مردم گوشتر خوب بهتون تعاقایی میدن، اگه نه نمیدن. میدونین، بنابراین اصل قضیه اینه که کار خودتون رو خوب انجام بدین. و به نظر من حالا همه اینا نه، خب اگر چنین باشه، نتیجه گیری که میتونیم بکنیم اینه که رسانه‌های آمریکا لابد کارشون رو خوب انجام میدن که پول زیادی صرف تبلیغاتی میشه که در این رسانه ها پخش میشه. بله، برای اینکه به نیاز رادیوهای به اصطلاح گفتگویی، یعنی تاک شو، به نیازهای خاص محلی و به نیازهای خاص مسلکی جواب میدن. میدونیم مثلا یه رادیویی هست که فقط راجع به مسیحیت صحبت میکنه، خب یه ده از آمریکایی به این موضوع علاقه مندن. در نتیجه کسی که تبلیغات میکنه پول بهش میده، پول در میاره. یکی دیگه مثلا فقط با کسانی که اسپانی نژاد هستن، یعنی اسپانی هستن، صحبت میکنه. یکی دیگه برای سیاه ها صحبت میکنه. یکی برای دوستداران پرندگان صحبت میکنه. یعنی این در جامعه دموکراتیک تنوع و تکثر وجود داره. و الان اون و پول مایه از بین بردن این تنوع و تکثر نیست به نظر شما؟ برعکس بهش میتونه کمک بکنه و داره کمک هم میکنه. یعنی ببینیم، از آخرین نکته در این زمینه بگم، ببینید دوران تسلط 3 تلویزیون و 5 روزنامه بر کل جامعه آمریکا تموم شده. این دوران مالیده رفته. الان یه شکل جدید داره، من هنوزم نمیدونم که نتیجه این آشی که داره پخته میشه چی خواهد بود. ولی اون دورانی که گفتم، اون سردبیرهای نیرومند میتونستن با یه تلفن مثلا بگن فلانی رو وزیر کن یا فلانی رو وزیر نکن، یا سفیر بفرست اصلا به فلان جا، میدونید گذشته. از نظر آقای طاهری، از نظر خیلی ها این فوق‌العاده منفی میتونه باشه، برای اینکه رسانه‌های ناشناخته، ناشناس، کوچکی از زمین سبز میشن که یک مرتبه چیزایی میگن که دروغ در میاد 4 دیگه، ولی خب تاثیرشو میگذاره. اینه که خیلی ها اسمشو گذاشتن دوران پست تروث، دوران پسا حقیقت، ناشی از همین رسانه. شما این رو مثبت میدید؟ ولی خیلی ها میگن، من گفتم نمیدونم چی از توش در میاد. من گفتم در 2016 مشخص شد چی در اومد دیگه. من گفتم که اون دوره تسلط رسانه‌های بزرگ، رسانه محدود با 2-3 هزار نفر که میگردوننش بر کل جامعه آمریکا تمام شده. حالا خوب یا بد، توش خوب هست، خوب بد هم هست. البته الان یک صحبت دیگه هم رسانه های شبکه های اجتماعی هستش. شبکه های اجتماعی رو بعضی ها خیلی بهش اعتبار میدن. به نظر من شبکه های اجتماعی توش پر از مشکلات اساسی هست. همین الان کنگره آمریکا داره صاحبان این شبکه‌ها رو مورد مؤاخذه قرار میده و داده فیسبوک و یک تغییری در این زمینه هم انجام خواهد گرفت، برای اینکه نمیتونه اینطوری باشه که اونها بیان جای رسانه‌های مسئول رو بگیرن. رسانه‌ها باید مسئولیت داشته باشن. در آمریکا هم باید این موضوع مسئولیت رسانه‌ها قدری مشخص بشه و رسانه‌ها خودشون برای بقای خودشون و برای حیثیت و آبروی خودشون سعی کنن که در چارچوب یک رفتار دموکراتیک حرفه‌ای
کار انجام بدن، نه در رفتار جنگجویانه با این یا با اون یا با یک رسانه دیگه. ببین در آمریکا چون رسانه مثلا فاکس نیوز هستش که خب خیلی اکستریمه در طرف راست، اون وقت سی ان ان هم میخواد اون طرفش بشه. این کار غلطیه، این کار غلطیه به نظر من، و رسانه ها باید به این نتیجه برسن که اگر یک رسانه تونسته یک همچین موقعیتی پیدا کنه، راه مقابله با اون مثل اون شدن نیست. همونطور که گفتم اولش که روایت ترامپ رو گرفتن، زبان ترامپ رو، این راه نیست، راه حرفه‌ای بودنه و کم کم مردم به اون روزنامه اقتدا میکنن که حرفه‌ایه و بله. کارش رو درست انجام میده به نظر من. خانم طبری اشاره کرد به فاکس نیوز. آقای طبری، فاکس خیلی مورد جالبیه. در چند سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مشخص بود که طرفدار ترامپه و تحلیلگرهای مختلف مثل خیلی از در واقع افراد داخل دستگاه آقای ترامپ می اومدن و حرفشون رو از طریق فاکس می زدن، تریبونشون فاکس بود. ولی در یکی، شاید بشه گفت نه یکی دو سال، بلکه در یک سال اخیر و این روند در ماهای اخیر شتاب گرفت، فاکس راه خودش رو جدا کرد از ترامپ. یعنی حتی فاکس هم نتونست ترامپ رو هضم کنه. دلیلش چی بود؟ ببینین فاکس البته خب قبل از ترامپ به وجود اومد. بله. و بنیانگذارش یکی از دوستای من بود، راجر ایلز، که معتقد بود که جامعه آمریکا زیر تسلط یک گروه کوچیکی از لیبرال‌ها قرار گرفته که میخوان آمریکا رو به یه شکل خاصی در بیارن. که می‌دونید تو این لیبرالیسم مسائل اجتماعی هست، مثل مثلا سخت جنین، ازدواج همجنسگرایان، تمام این چیزا. و بله، از این مقدمات بگذاریم، فاکس هم نتونست ترامپ رو هضم کنه. بله، برای اینکه فاکس چرا؟ برای اینکه فاکس هم تبدیل شد به یک رسانه بزرگ و پر نخوت و پر جبروت. فاکس قبل از ترامپ هم بزرگ بود. میدونم، ولی در فاکس معتقد بود که ترامپ روی کار اومدنش رو مدیون فاکس هست. میدونی، یعنی این با صحبت می گفتم باید متواضع باشیم، اینا این تواضع از دست. البته بعد از مرگ راجر ایلز هم که گرداننده و بنیانگذار بود، سیاستش عوض شد. فاکس فکر کرد که حالا که ترامپ اومده سر کار، ما اومدیم سر کار. این اشتباهه. ترامپ اومده سر کار، چه خوب چه بد، شما فاکسین. اینو متوجه نشده بودن، به همین جهت ازش فاصله گرفتن. البته نه همشون، چون چند تن از دوستان یا دوستداران شدید ترامپ هنوز در فاکس چنینه هم. یعنی جدا شدن فاکس از ترامپ، فاکس هم متوجه شد که ترامپ به قدری موجود نامانوسیه و به قدری نقاط ضعف داره که نمیخواد خودش رو با اون به اصطلاح همسو بکنه، نمیخواد خودش رو با اون شناسایی بکنه و سعی کرد فاصله بگیره از اون. برای اینکه فکر کرد اگر ترامپ بالاخره میره و دوران ترامپ دوران خوبی نخواهد بود، فاکس میخواد بمونه، نمیخواد از بین بره. و برای همین متوجه شد که ترامپ و فرهنگ ترامپ رفتنیه در جامعه دموکراتیک آمریکا، American way of life به قول اونها، نمیتونه تداوم داشته باشه و تداوم خودش رو با تداوم اون با همسویی با اون از دست میده. من به نظرم میاد این متوجه این موضوع شد و کنار آمد. این تحلیل شما آیا برخواسته از همون میشه گفت عدم تواضعی نیست که آقای طاهری ازش صحبت میکنه، به این معنا که شما معتقد هستید اون بخشی از آمریکا که ترامپ نمایندشه رفتنیه، اینها بخش مردنی جامعه آمریکا هستن، اینها دارن شکست میخورن، مزمحل میشن و رسانه‌ای چون فاکس این رو میفهمه و راه خودش رو جدا میکنه، نمیخواد خودش رو گره بزنه به اون بخش شکست خورده. این آیا همون تفکر رایجی در میان نخبگان لیبرال آمریکا نیست که به گفته آقای ترامپ اینها هستند که در واقع واشنگتن رو میگردونن؟ یک نکته رو بگم که روشن بکنم. به نظر من جدا شدن از ترامپ به عنوان فرد خیلی متفاوته از جدا شدن از طرفداران ترامپ. طرفداران ترامپ مردم آمریکا هستن. مردم آمریکا همونقدر اهمیت دارن که هر کس دیگه. یعنی مردم خب این طرفداران رأی میدن به ترامپ.
نمیتونه بگی من حساب ترامپ رو از اینا جدا میکنم. حساب ترامپ رو باید از اونها جدا کرد. اگر حتی اگر اونها به ترامپ رای میدن، باید رفت و دید که چرا اونها به ترامپ رای میدن و چه باید کرد که مشکلات اونها، مسائل اونها به اصطلاح به اون پرداخته بشه و اونها مطرح بشه. و مثلا فرض کنید همین مسئله ازدواج بین همجنسگرایان، یا الان پاپ گفته میتونن رسما کسانی که همجنسگرا هستن با هم زندگی بکنن، حالا نگفته میتونن ازدواج کنن ولی میتونن با هم زندگی. قدم بسیار مهمی هستش. من فکر میکنم نقش رسانه این هست که چنین مسائلی رو که جامعه در برابرش مقاومت داره به خاطر اینکه ناآشناست براش، هر کسی هر فردی به خصوص نسبت به مسائلی که باهاش آشنایی نداره مقاومت داره. شما تغییر رو در یک سازمان حتی وقتی میخواید به وجود بیارید، یک تغییر مثبت رو، مقاومت در برابرش هست. راهش این نیست که اون کسایی رو که مقاومت میکنن حذف کنیم، راهش نیست که از که آگاهی به وجود بیاریم در برابر اون کسان. و این نقش رسانه است. نقش رسانه آگاهی دادنه. اصل اساسی دموکراسی مداراست. کسی میتونه مخالف باشه با ازدواج همجنسگرایان، یا با اصلا با همجنسگرایی میتونه مخالف باشه، ولی اگر در جامعه عده‌ای هستن که با این از این موضوع رنج میبرن و زیان به اصطلاح مالی یا جانی برای کسی ندارن، زیان حقوقی برای کسی ندارن، اون کسی که مخالفه باید مدارا داشته باشه. من نمیگم بیا مثل من فکر کنید. و شما فکر میکنید کار رسانه ها، رسانه های بزرگ به خصوص، این است که ترویج کنن مدارا رو؟ دقیقاً. آیا این در واقع ترجمه این نخواهد بود که کار رسانه های بزرگ این است که ارزش های لیبرالی رو ترویج کنن؟ ارزش های دموکراتیک، ارزش های دموکراتیک در واقع در بطن فلسفه لیبرالی. نه نه، به لیبرالیسم کاری نداره، به دموکراسی کار داره. در یکی از اصول اولیه دموکراسی مداراست، یعنی قبول این که مخالف، من با تو مخالف هستم ولی مخالفم رو قبول تحمل کنم. شما با تحلیل موافقید آقای طاهری که رسانه ها باید سعی کنن مدارا رو ترویج کنن؟ ببینید، این میشه یه وسیله تبلیغاتی، یعنی یه نظر خاصی رو تبلیغ بکنید، میشه یه روزنامه حزبی یا یه تلویزیون حزبی. به نظر ما، من وسیله ارتباط جمعی، روزنامه ها، تلویزیون ها وظیفه‌شون این هست که آنچه را در جامعه میگذره منعکس بکنن، ولی خودشون وارد این دعوا نشن. یعنی میدونید جامعه دموکراتیک مثل یه سوپرمارکتی است که توش جنس های مختلفی هست، مردم میرن این جنس ها رو میخرن یا نمیخرن. اگر وسیله ارتباط جمعی اومدن شدن مبلغ این جنس یا اون جنس، میشه مثل آگهی های تجارتی که مثلا این پودر رخشویی رو بخرین، اون پودر رخشویی رو نخرین. به نظر من این کار اشتباهی است و این تصور که ما میتونیم تشخیص بدیم که چی برای جامعه خوبه، این مغایر اون تواضعی است که خدمتتون گفتم. ما باید واقعا بذاریم کسانی که طرفدار مدارا هستن یا ضد مدارا هستن حرفشون رو بزنن. این ما هم بله، این بحث خیلی مهمه آقای طاهری. بله. به همین دلیل شاید یه مقدار باید روش مکس کنیم. اگر شما گفتید عدم مدارا، اگر یک کسی بیاد تبلیغ خشونت کنه، رسانه به همون اندازه باید به این شخص یا این حزب یا این مقام بپردازه که کسی که میاد تبلیغ مدارا میکنه و میگه خشونت رو شما کنار بگذارید؟ این دوتا رو باید به یه شکل باهاشون مواجه بشه؟ نه، هیچ وقت به یه شکل نیست، در هیچ زمینه ای. میدونید در هر مورد فرق میکنه، ولی اصل قضیه این است که تمام نظریات رو منعکس بکنیم و اگر قراره با یه نظریه مبارزه بکنیم، بذاریم این کار از طریق بخشای دیگه دموکراسی انجام بشه. مثلا میشه یک قانون گذرون ضد خشونت، در میره در مجلس. بله. تصویب میشه، ولی ما نمیتونیم این کارو بکنیم. یعنی میدونیم منظورتون اهل رسانه است. ما نمیتونیم خودمون رو بذاریم جای کلیه نهادهای دموکراتی، یعنی دانشگاه باشیم، مجلس باشیم، قوه قضاییه باشیم، قوه مجریه باشیم، همه چیز باشیم. خانم طبری، شما میگید موافقید، ولی حرف آقای طاهری به اینجا میکشه که کار رسانه این نیست که مدارا رو تبلیغ کنه. کار رسانه این نیست، این هست که اطلاعات دقیق و قابل اعتماد بده
و اون وقت به مخاطب واگذار کنه، مخاطب آمریکا که در دو جبهه ایستاده الان، اونها باید انتخاب کنن، نه رسانه براشون انتخاب کنه و بگه که این اون در مورد مسائل خاصی هست، مسائل سیاسی هستش، مسائلی که من خودم گفتم که رسانه نباید حزب باشه، رسانه نبایستی که این عقیده این نهله فکری یا اون نهله فکری رو دنبال بکنه، ولی یک سری مسائلی هست که مسائل بنیادیه و همه بهش اعتقاد دارن. مسئله قانون، مسئله قانون، مسئله اصول دموکراتیک، مدارا یکی از اصول دموکراسی، تبلیغ نیست. ولی انتخابات 2016 و وقایع اخیر در آمریکا، نه در آمریکا، در اروپا هم نشون میده که خیلی‌ها به این چیزها اعتقاد ندارن. مدارا اعتقاد ندارن. کار رسانه چیه؟ من معتقدم رسانه باید اصول اساسی بنیادی یک جامعه دموکراتیک رو دنبال کنه. نباید بگه من هیچ اشکالی نداره که یک رسانه مدارا رو تبلیغ بکنه. این تبلیغ به معنی تبلیغ سیاسی نیستش، بلکه این تبلیغ به معنی تبلیغ قانونی هستش. قانون دموکراسی مدارا رو آیا همین تبلیغ مدارا باعث نشده که در جامعه آمریکا رسانه‌های بزرگی که این کارو میکنن در یک کمپ باشن، در یک آمریکا باشن، ترامپ طرفدارانش و رسانه‌های متعلق به خودش در کمپ دیگه نکردن؟ نه من اصلا اینو قبول، من دارم تمام بحث من این بوده که رسانه‌های به این اصلی وظیفه خطیر این کار رو نکردن. من گفتم اشکالشون این بود که این اختلاف رو تشدید کردن. آقای طاهری، مثال سوپرمارکتی رو زدید که جنس‌های مختلف توشه و رسانه‌ها نباید یکی رو برگزینن و بسته‌بندی کنن بگن مردم این چیز خوبه. رو بیایم بکشینیم روی رفتارها و حرکاتی که در این یکی دو سال اخیر به خصوص در آمریکا رخ داد و بخشی از اون سوپرمارکت بود و آقای ترامپ اینها رو رد نکرد، رسانه ها رد کردن. خشونت از جمله خشونت علیه سیاهان، از جمله خشونت در خود گردهمایی‌های آقای ترامپ و طرفدارانش، یعنی در یک گردهمایی تبلیغاتی آقای ترامپ یه خبرنگار گاردین رو کتک زدن مقابل چشمانش و این کتک خوردن بعد از این بود که آقای ترامپ اومد کذاب و شارلاتان خون رسانه ها رو. آیا این ایده سوپرمارکتی به این ترتیب به خطرات جدی نمی انجامه؟ یعنی زمینه خشونت فراهم نمیاره؟ شما وقتی بگی که بله با عدم مدارا همونجوری باید رفتار کرد که با مدارا و اینا دو جنسن توی یک قفسه در یک سوپرمارکت، رسانه نباید بین اینا تفاوتی بگذاره، لابد سیاستمدار هم همچنین دیگه، نتیجهش چه خواهد شد؟ یعنی اگر چنین بکنیم همین شکاف میتونه جدیتر بشه و به مناقشه، درگیری، جنگ خیابانی بیانجامه. نه ببینین، جامعه دموکراتیک ضوابطی برای تصحیح خودش رو داره و برای جلوگیری از این کارا هم داره. اون کسی که خبرنگار گاردین رو کتک زده بود تحت تعقیب قرار گرفت و مجازات شد. یعنی لازم نیست که شما بیاین تو روزنامه بهش فوش بدین، میگه که این کار کرده، تعقیب شده، مجازات شده، رفته. تو روزنامه بهش فوش ندادن، ولی اومدن در روزنامه ها، از جمله در همین گاردین که خبرنگارش کتک خورد، گزارش های مفصلی دادن. چنین چیزی نباید گفت؟ نه، چرا باید؟ نه، یه واقعی است که اتفاق افتاده، شما گزارش میدیم، ما گزارشگریم. و گزارش دادن از اون اتفاقات میتونه یک عامل باشه برای اینکه چنین اتفاقاتی دوباره نیفته دیگه. یعنی رسانه آیا کارش این نیست که سعی کنه یه اتفاقات چنینی، این چنینی نیفته؟ نه ببینید، این دادن نیات زیاد به کار، کارو خراب میکنه. نیت اولیه ما به عنوان روزنامه‌نگار اینه که یه واقعی رخ داده، ما اینو تا اونجا که میشه گزارش کنیم به طور صحیح، به طور شرافتمندانه. حالا بعدش میخوایم مثلا استفاده کنیم از این گزارش که نمیدونم رئیس جمهوری رو عوض بکنیم یا فلان، اینا نیات زیرزمینی است که به نظر من بده برای روزنامه‌نگاری. ما باید کار خودمون رو انجام بدیم، بقیه کارام با بقیه نهادهای دموکراتیک است و خوشبختانه دموکراسی آمریکا اینقدر نیرومنده که شما دیدین یه رئیس جمهوری رو میتونه برکنار بکنه، نمیدونم
بدترین گانگستر میتونه بکشه به پای میز محاکمه، خودش رو مرتب تصحیح میکنه. لازم نیست که ما بگیم چون ما روزنامه نگار هستیم و روشنفکر و انتلکتوئل و فلان و از همه بهتر میفهمیم، این رومون رو باید کم بکنیم یه کمی. دقیقاً آقای داری، نقش روزنامه نگار در همین تصحیح مسائل مشکلات دموکراسی آگاهی رسوندنه. آگاهی رسوندن با فقط یعنی نشون دادن اینکه یه اتفاقی که میفته که منجر میشه به دادگاه بره یا به مجازات بشه کسی، نشون دادن اینکه این اتفاق به اصطلاح خوبی نبوده، اختلاف اتفاق مطلوبی نبوده. خب گزارش میکنین اینو؟ ولی پیش خب از این کار گزارش میکنین با خبرنگار کتک خورده مصاحبه میکنین، نظرش رو مینویسین با کتک زننده؟ فکر میکنم در این زمینه اختلاف نظری نداریم. نه، ولی پیش از پایان برنامه میخوام ببینم این امیدواری که آقای طاهری داره در مورد جامعه آمریکا و اینکه این شکاف اولا اینقدر که گفته میشه عمیق نیست، دوما جامعه آمریکا میتونه تصحیح کنه این روندهای این چنین رو، به خصوص در این روزهای خیلی به تب میتونه جامعه آمریکا این تصحیح رو بکنه، ولی صدماتی که بهش وارد شده خیلی زیاده. من یکی از یعنی شما نسبت به روزهای بعد از انتخابات که روزهای آینده نزدیک دیگه، چنین نگرانی رو اگر ابراز کردی در آغاز برنامه، فکر می‌کنی؟ من با دیدن اون چه که در آمریکا می‌گذره و با صحبت کردن با کسایی که در آمریکا زندگی می‌کنن، در اقصانقام در جاهای مختلف من آشناهایی دارم که باهاشون مرتب صحبت می‌کنم، می‌بینم که یک تنش و یک ترس هست از اینکه به سر آمریکا چه خواهد اومد. یک نکته دیگه که من اشاره نکردم این است که مسئله قوه قضاییه آمریکا هست، یکی از مسائل بنیادی آمریکاست. اینکه قوه قضاییه آمریکا این چنان با قوه مجریش در چیز هست اختلاف نداره، جدا نیستش، یکی از مشکلات آمریکاست. اینکه رئیس جمهور میتونه قاضی‌های ترکیب دیوان عالی رو تغییر بده. الان گفته میشه که آقای ترامپ بیش از 200 نفر قضات محلی رو عوض کرده و کسایی که طرفدارای خودش هستن گذاشته و این صدمه میزنه. این حرف تیپی که این رسانه های به اصطلاح لیبرال هست دیگه. مثلا در مورد قضات که میگن، اولا رئیس جمهوری طبق قانون اساسی آمریکا بایستی قضات رو تعیین بکنه، ولی یک مورد نمیگن که این قضاتی که تعیین شدن چه کار اشتباهی کردن، چه کار غیر قانونی کردن، هیچ. فقط میگن چون ترامپ اینو گذاشته، و البته ترامپ هم به تنهایی نذاشته، اینا رفتن تصویب شدن در کنگره آمریکا، در سنا خصوص، که البته سنا هم تحت کنترل جمهوری خواهان. خب مردم آمریکا رای دادن، پس میگه همه باید به ما گوش بکنن. بسیار درست نیست. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه شهران طبری و امیر طاهری. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر می‌کنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی‌تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.